دو قدم مانده که پاییز به یغما برود، دو قدم مانده که پاییز به یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود. هر که معشوق برانگیخت گوارایش باد، دل تنها به چه ذوقی پی یلدا برود. گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن، روزگار گوش ندارد که تو هی شکوه کنی. زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دل تنگ تو را. فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود. تا به جنبیم تمام است. مهر دیدی که به هم بر زدن چشم گذشت، یا همین سال جدید. باز کم مانده به عید، این شتاب عمر است. من و تو باورمان نیست که نیست. گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن. سلام کنم خدمت تک تک بینندگان عزیز برنامه خوب پاتوق از شبکه جهانی ITN. در خدمت گروه موسیقی میراث هستیم در شب یلدا. خیلی خیلی خوش آمدید. قربان شما، خیلی ممنونم. خب من هم سلام میکنم به شما بینندگان عزیز برنامه پاتوق. ما امشب ویژه برنامه شب یلدا رو از مجموعه پذیرایی لوس و لاکچری در ریچموند هیل تورنتو مهمون خونه هاتون هستیم و همچنین به شما هم سلام میکنم. مرسی که به برنامه ما اومدین و میبینم که کلی قراره که کیف بکنیم دوره هم. خب خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالمون کردید. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید و واقعا هم محفل ما رو گرم کردید. خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما بیتا جان و آقا بهتاش عزیز و به همه بینندگان در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص در سرزمین مادریمون ایران و کانادا و تمام قومیت ها و فرهنگ هایی که شب یلدا رو جشن میگیرن، به همشون تبریک میگم و امیدوارم که بختشون به بلندی شب یلدا باشه. من اسمم ابی هست، ابی مسیب زاده، در واقع ابیش هست که اینجا شورتش کردن تو چیز تورنتو تو کانادا ابی میگن بر وزن ادی. بعد با ساز سنتور دوست عزیزمون آقای مجید خان جوادی رو همراهی میکنید. خیلی هم عالی. شما هم خودتون رو معرفی کنید. آرمان نوازنده ویولین هستم با گروه میراث و امیدوارم که امشب بتونیم آهنگایی پخش کنیم که همه لذت ببرن. به به، بسیار حتما همینطوری هستش. ما هم امیدواریم که امشب شب خوبی باشه و حسابی دوره هم همونطور که شما گفتین بزنیم و کیف بکنیم. نه از اون زدن ها، ولی واقعا ولی برنامه خوبی داشته باشیم. امشب به عنوان شب یلا شما برای ما چی آوردین؟ عرض کنم که برای شروع فکر میکنم که یک شعر یلدایی من تقدیم بکنم بعد نباشه از جناب آقای یغما گلرویی. شعر معروف و عرض کنم تقریبا قدیمی که بارها زمزمه شده، من هم قرائت میکنم. بسیار عالی. فرمودن که دو قدم مانده که پاییز به یغما برود، دو قدم مانده که پاییز به یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود. هر که معشوق برانگیخت گوارایش باد، هر که معشوق برانگیخت گوارایش باد، دل تنها به چه ذوقی پی یلدا برود. گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن،
روزگار گوش ندارد که تو هی شکر کنی، زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دل تنگ تو را، فرصتی نیست که صرف گله و شکوه شود، تا به جنبیم تمام است تمام. مهر دیدی که به هم بر زدن چشم گذشت، یا همین سال جدید باز کم مانده به عید، این شتاب عمر است من و تو باورمان نیست که نیست، من و تو باورمان نیست که نیست، گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن. اینقدر زیبا این کلمات تفسیر میشه که هر چقدر گوش میکنیم سیر نمیشیم. قربان شما، خیلی ممنونم. به هر حال من این کردیتشو میدم به یغما جان گلرویی با شعر زیبایی که سرودن، منم جسارت کردم و عذرخواهم از این بابت اگر که قصور در اجرا بود. یاد من باشد، یاد من باشد، فردا دم صبح جور دیگر باشد، یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم، بد نگویم به زمین آب هوا، مهربان باشم با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت، و به دستمالی از جنس گذشت به زدایم دیگر خار کدورت از دل، مشت را باز کنم تا که دستی گردد، و به لبخندی خوش دست در دست زمان بگذارم. یاد من باشد فردا حتما به سلامی دل همسایه خود شاد کنم، بگذرم از سر تقصیر رفیق، بنشینم دم در چشم بر کوچه بدوزم با شوق، تا که شاید برسد همسفری ببرد این دل ما را با خود، و بدانم دیگر قهر هم چیز بدیست. یاد من باشد فردا حتماً، باور این را بکنم که دیگر فرصت نیست، و بدانم که اگر دیر کنم مهلتی نیست مرا، و بدانم که شبی خواهم رفت. یاد من باشد باز اگر فردا قفلت کردم آخرین لحظه از فردا شب، من به خود باز بگویم این را، مهربان باشم با مردم شهر، و فراموش کنم هرچه گذشت. لیلا در با کن مویا، شوق نورو
همینطور که بهتون قول داده بودیم در خدمت گروه موسیقی میراث هستیم امشب با هنرنمای این عزیزان در شب یلدا. خیلی خوش آمدید و شب یلداتون مبارک باشه استاد جوادی عزیز، ابی عزیز و آرمان عزیز. از شب یلدا برامون بگید، یه مقدار حال و هوای امشب ببینیم چجوری هستش از دید شما. بله، خیلی ممنونم و سپاسگزارم از محبت شما و دعوتی که به عمل آوردین، قابل دونستین. عارضم خدمتتون که خب شب یلدا همیشه عزیز بوده، مثل همه شبهای فرخنده ما و رسم و رسوم فاخری که داریم و آرزوهای خوشی که برای همدیگه میکنیم و از نشانه های بارزش هم. البته برای من شب یلدا شخصا شب یلدایی که پدر و مادرم کنارم باشن و خواهر و برادر و عزیزانمون دوروبر من باشن، ولی به هر حال که چو عنقا را بلند است آشیان قناعت کن به تخم مرغ خانه. به هر حال صبوری میکنیم، ولی حتما که چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم چون سر آمد دولت شبهای وصل. ولی من شب یلدا رو دوست دارم به دلیل اینکه از شعر و ادب سخن به میون میاد و میدونیم که حافظ خوانی معمولا مرسوم هست در این شب یلدا، اما آرزوی من این هست که حافظ خوانی رو در کنار شعرا و ادبای دیگمون بیشتر در حقیقت در نظر داشته باشیم، که عکس سهراب روی تاخچه غزلش گوشه انبار نشه و حافظ رو فقط برای شب یلدا باشه، همیشه تکرار بکنیم و از اندرزهای زیبای حافظ و سعدی و مولانا و بزرگان دیگه‌مون
به درستی استفاده بکنیم و بهره ببریم و امیدوارم که این چنین باشه و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی هم خوشحالمون کردید، محفلمون رو گرم کردید. واقعا ما خیلی خوشحال هستیم که شما اینجا هستین. من به همه مهمونای برنامه اینو میخوام بگم، سفره قشنگ ما رو دیدین دیگه. بله. من باید حتما ذکر بکنم که مجموعه پذیرایی لوسو لاکچری توی ریچموند هیل میزبان ما امشب هستن و این طراحی زیبای سفره یلدا رو برای ما تدارک دیدن. ما که حسابی کیف کردیم، لذت بردیم، واقعا من از تماشا کردنش سیر نمیشم و میدونم که من با چند تا از مهمونای برنامه که بودن و میان میخوایم بعد از اینکه تموم شد بریم شروع کنیم از آجیلا و اینا. البته وسط برنامه میخواستن این کارو بکنن، ناخونک بزنن، من کنترلشون کردم که دست نزنن و خرابکاری نکنن. خب شب یلدا همیشه به مهمونی و بزم و بزن و برقصه و همه هم خیلی خاطره های زیبا ازش دارن. شما خاطره خاص، جذاب، هیجان انگیز از شب یلدا؟ بلون بزن و برقص رو میفهمید، زدنش که خوردیم همیشه زدن. رقصمون هیچ وقت خوب نبوده متاسفانه. باید تمرین کنیم، شو سال بعد عرض کنم یه مقداری هنرنمایی رقصی هم داشته باشیم. ایشالله که کرونا بره سال بعد شب یلدا همه دوره هم بزنیم و برقصیم. بله. به سوال بیتا جان یه توضیح بدم در مورد شب یلدا. بله بفرمایید، خواهش میکنم. در واقع قدمت تاریخی یا خواستگاهش تو همین فرهنگا بوده، توی فرهنگ ما، فرهنگ باستانی ما، همیشه یه تقابلی بین خوبی و بدی، روشنایی و تاریکی، زشتی و زیبایی همیشه بوده و تو میترائیسم و اینا هم که حتما بوده همیشه. مثلا مهر رو داریم، در مقابلش اهریمن رو داریم. این شب یلدا چون در واقع ما از فرداش میریم تو بلند مدت تر شدن روشنایی، از این لحاظ اینو جشن میگیرن. قدیم هم حالا چون دیگه کلاس به اون صورتی نبوده و همه همیشه مشغول بودن، باب بوده که مثلا دور کرسی میشستن، بزرگ یا پیر خانواده توضیحاتی که لازم بود بده، اندرزای کنارو به بهانه شب یلدا منتقل میکرد. خب چون هیچ در واقع تجمعی هم بدون پذیرایی نمیشه، معمولا در واقع محصولات میوه‌ای یا خشکبار همون موقع رو میل میکنن و در واقع اونو ایونت دیگه. ما چیزش هم معادلش هم تو چیز داریم، تو کانادا داریم، من خودم اونجا برنامه‌ریزی رو کردم، اونو بهش میگن نیو بالانش. بله 100%. یه سوالی که من از مهمان عزیز قبلیمونم پرسیدم، شما اینو دوست دارید به شب یلدا بنامید یا شب چله؟ بیشتر کدوم رو دوست دارید صدا بزنید؟ عرض به خدمتتون که من بیشتر یلدا شنیدم و شب چله کمتر و هر دوشو دوست دارم بگم، هم یلدا هم چله. اگر ایرانیه، من همه چی ایرانی رو دوست دارم. اگر که عزیزان چله مثل اینکه ایرانی تر هستش. بله چله پس ما چیزی که امشب ما متوجه شدیم مثل اینکه یلدا مربوط به یونانی یا ایتالیایی هستش، ولی یه نامی از اوناست، ولی چله مخصوص ایران هستش. خب اگه بخوایم یه دو بیتی برای ما بخونید چی میخونید امشب؟ عرض کنم که صحبت از ایران که میشه، من نمیتونم شعری که بسیار بسیار دوست دارم و از گذشته های دور زمزمه کردم و نخونم، اگه اجازه بدید اون رو بخونم. حتما. که فرمود که اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسوده پا را دوست دارم. اگر آلوده دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم. من ایران خود را دوست دارم با تمامی رسومش. به افتخار ایران یه دست بزنید. افتخار ایران عزیزم. مرسی از شما، چقدر واقعا قشنگ بود. آوازی هم برای ما بخونه. من دوست دارم که شما فال حافظ هم برای ما بگیرید تا امشب. از حافظ هم یه بله عرض کنم در باب این فال و فالگیری، من خیلی علاقه به این حکایت ندارم. حالا دلیلش هم شاید این باشه که جنبه تفنن پیدا میکنه و حالا اون بخش تفننش
کنه مطلب رو خارج میکنه. من بارها شاهد بودم توی محافلی نشستیم و حافظ رو باز کردیم، دست به دست بزرگواران خوندن، همه غلط و غلوط و اشتباه بالا و پایین میخونن و خوش خورم. بعد هیچ کس هم نیست که اصلاح بکنه یا درستش رو بگه، یا اگر حداقل یک کسی یه شعری از حافظ از بر هست یا حداقل از رو اگر میتونه درست بخونه اونو بخونه، به دلیل اینکه پر از اندرز و پند و حکمت هست که در زندگی به کار میره. ولی وقتی که شما به جنبه فال و تفنن بهش نگاه میکنی یه لودگی توی کار میاد، از نگاه من. البته من میدونم که رسم و رسوم ماست، ولی من نمیدونم از کجا این قصه اومده. من ترجیح میدم، همیشه یک جایی دعوت بودم در شب یلدا و حافظ خوانی کردیم، دوست داشتم اون شعرهایی که فکر کردم باید، این در حقیقت یه جورایی وظیفه‌ام هست و میدونم که حافظم خوشحال‌تر خواهد بود، اونها رو بخونم که یک چیزی از توش در حقیقت نصیب ما بشه. فرمود اگر پند خردمندان به شیرینی نیاموزی، جهان آن پند با تلخی بیاموزه تو را روزی. و من خیلی معتقد بر اینم که اگر حضرت سعدی فرمود که هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بی گمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. وقتی که کسی از کسی غیبت میکنه جلوی من، سعدی میاد جلوی من میسته میگه نازنین مواظب باش، این بزرگوار حتما از تو جای دیگه بدگویی میکنه. شعر رو من همیشه بهش اینجوری نگاه کردم، حافظ و یا هر بزرگ دیگه ای که وقتی بهش سری زدم، من بسیار مدیون این بزرگواران هستم، هرچند که همیشه شاگرد حقیر و گوش نکنی بودم، ولی دوست داشتم که به جای فال گرفتن شعرهایی که فکر میکنم باید رو بخونم. و امروز هم آوردم براتون از حضرت حافظ، چون باب هست، به قول بابک مشیری یه جایی مصاحبه کرده بود، خیلی جالب بود، میگفت همه توی کوچه پدر من گیر کردن. چون ما وقتی میگیم فریدون مشیری یاد شعر کوچهش میفتیم، بله. خیلی علاقه من هستیم، میگه همه توی اون کوچه، بابای من هزاران هزار شعر عالی یا ده ها یا صد ها شعر عالی داره که به مراتب بالاتر و قوی تر از کوچه است، اما ما توی اون کوچه گیر کردیم. اینو به خاطر این عرض میکنم که ما غیر از حافظ باید سراغ بزرگان ادب دیگه هم بریم. اما به احترام خود حضرت حافظ که من دوست دارم، با حافظ شروع میکنیم و یکی از شعرهای جاودانه شو براتون قرائت میکنم. بسیار عالی، مرسی، منتظر هستیم هم همراهی بکنن. بله حتما، خوشحالمون میکنید. تو مرتبط اسم این شعر رو من گذاشتم دل خونین لب خندان، دلیلش هم خدمتون عرض میکنم. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بربط زنان میگفت نوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی تو چند اندر خروش. تا نگردی آشنا رمزی زراحی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پند ای پسر، از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. در حریم عشق نتوان دم زد از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن آهسته گو ای مرد عاقل یا خاموش، یا سخن
آهسته گو ای مرد عاقل یا خاموش. بله، عرض کنم که شاه بیت این کارم به نظر من قربان شما شاه بیت این کار که عرض کردم دل خونین لب خندان هست، جایی است که فرمود با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. این جامی که بعضا ما خیلی هم دوست داریم، این جام شراب، میگه دلش پر از خونه، از غم و درد و قصه و گرفتاری، هر کس اومده زده و رفته. به هر حال میگه مثل جام شراب باش، با دل خونین لب خندان بیاور. یک جام شراب دلش پر خونه اما لبش همیشه خندونه، مثل اون جامه باش. نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش، مثل اون چنگه نباش که بیادمی نباشه به ساز شما مذارت بخوام یه زخم بهش میزنی تا یه رب میخواد آه و ناله کنه. با تمام ناراحتی هایی که همه ما تو زندگی همون داریم و یکی دوتا هم نیست، اما این روی خوش باعث میشه حداقل طرف مقابل یا عزیزانی که دور و بر ما هستن اونها هم احساس رضایت داشته باشن. این شعر تمامی اندرزش، خلاصه اندرزش توی این بحث هست. ببخشید اگر که بد اجرا شد. خیلی هم عالی بود. من یه سوال دارم از شما. تمام چیزایی که شما الان بیان میکنید به عنوان دو بیتی یا اشعاری که میخونید، اینا تو زندگی روزمره خودتون هم تاثیر گذاشته؟ بله بسیار زیاد. و اصلا علاقمندی من به ادبیاتمون، به بزرگانمون به این خاطر هست. بعضا از من میپرسن که تو چرا این نحوه صحبت کردنت یه شکل دیگه است، قشنگ زیباست. بله نه، حالا نمیدونم این خوبه یا بده، خیلی هم دیگه خوبه. اگر بده باید عذرخواهی بکنم، ولی یاد خود سعدی میفتم دوباره. میگه گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. میگه تو بگو چجوری فکر میکنی من الان بهت میگم چقدر پول تو جیبته. وقتی که با بزرگان میشینی عرض به خدمتون سخنشو به جان در حقیقت مینیوشی، که یکی از این خوبان، حالا من دوست دارم، نمیدونم چرا امروز همش تو خاطر من هست، جایی هم صبح ذکر خیلی بزرگ بود، پدر بزرگ خودم هست که از صمیمیترین دوستان من بود، همیشه تو همه اجراها مصاحبه ها من ذکر خیلی بزرگوار رو میکنم، که پر از پند و اندرز و نصایح و عرض به خدمتون حکمت و حرف های کارآمد بود. و این که شما میفهمایید که به کار میبرید، اصلا اگر که به کار میگه دو صد گفته چون نیم کردار نیست، من تا صبحم که اینجا صحبت بکنم انتهایی نخواهد داشت، ولی در عمل باید در حقیقت اینها رو به کار برد، به دلیل اینکه شما در ناخودآگاه میآموزی به دیگری. و این حرف بزرگان، اگر که من دوست دارم شعر و ادبیاتمون رو، به دلیل اینکه من فکر میکنم که یک رسالتی دارم، یک چیز خیلی خوبی پیدا کردم، دوست دارم به شما هم نشون بدم، شما هم ببینی و بهره ببری. اگر که نصیب من شده و خوشایند بوده، دوست دارم که دوستان و عزیزان دیگرم در حقیقت بهره ببرن. و صد افسوس که خیلی خیلی متاسفانه، حالا من دوست ندارم که توی اون وادیا برم، ما به شعر و ادبیاتمون خیلی خیلی در حقیقت نگاه خوشی حداقل نداشتیم. یعنی حقیقت مطلب اینه، به دلیل اینکه بزرگان ما، پدران ما، پدر بزرگاهی ما، پدر خود بنده تا صبح اینجا بشینه در رابطه با شعر و ادبیات، یک روز سفری ما داشتیم، حالا دو بیتی که شما فرمودین یه سفر تقریبا 4 ساعته‌ای بود، بابام شروع کرد یه زمزمه دو بیتی شروع کرد خوندن، صداش هم صدای خوبیه، من فهمیدم که حالا من باید بقیه‌اش رو ادامه بدم، یعنی منم یه دو بیتی بخونم. منم شروع کردم یه دو بیتی خوندن، بعد ایشون دوباره یه دو بیتی دیگه خون، دو بیتی دیگه، قرار رو که تکراری نباشه. و باور بفرمایید این سفر 4 ساعته، منی که فکر میکنم محفوظات ادبیم خوبه، هرچی از خیام و بابا طاهر رو همه رو من خوندم دیگه، آخرش دیگه نمیدونستم چی بخونم، یه جوری خودم درست میکردم، ولی بابام هنوز داشت دو بیتی‌ها رو میخوند. و خیلی خیلی برای من عجیب و غریب بود، در صورتی که ایشون حالا پزشک هستن، اصلا شاخه دیگه ای از در حقیقت اطلاعاتو باید داشته باشن، ولی
از گذشته های دور انقدر زمزمه کردن در سخن دارن و این حرف ها رو همیشه توی محفلی که هستن به عالی ترین نحو ممکن بیان میکنن. خب وقتی که شما این حرف های خوب رو میشنوی در نهایت شما هم تراشیده میشه و صیقلی میشه. و من خیلی دوست دارم که ادبیات ما، شعر ما کارا باشه. حالا اگر حافظ رو نمیفهمیم باید شهریار رو به گوش بکنیم که از نسل امروز سهراب نیما سهراب بله 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 کسانی که به هر حال از کسانی که در حقیقت بزرگان و ادبای ما اینها روزگارهای خیلی خیلی عمیقی رو طی کردن. یعنی یک هنرمند وظیفش در اینه که میره کنجکاو میشه چرا این ناراحتی شکل گرفت، چرا این سخن بده، چرا این زیباست، یه دسته گل زیبا چرا زیباست، یک آدمی که خوشروه چرا خوشرو، و تاثیراتش رو میره کنجکاوی میکنه و رسالتش اینه که برسونه به من و شما که راه راست در حقیقت کدوم هست و از چه مسیری باید بهترین رو طی کرد. به هر حال زیادگوهای من حمله بر خودصدایی نباشه، خدای نکرده. من دوست دارم که دیدگاه خودم رو نسبت به عشقی که به ادبیات و بزرگانمون دارم بیان بکنم. ما که واقعا لذت میبریم و کیف میکنیم در حضور شما. بریم یه دونه ویدیوی شب یلدایی ببینیم و برگردیم. یاران به یاران نگاه میرسد، از نگاه یاران به یاران نگاه میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد. این شب پریشان پریشان سحر می شود، این شب پریشان پریشان سحر می شود. روز نو گلفشان گلفشان به ما می رسد، روز نو گلفشان گلفشان به ما می رسد. ساقی از در و بام در و بام ندا میرسد، بر دلم از این عشق از این عشق چه ها میرسد. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوری رهایی رهایی فرا میرسد. این شب پریشان پریشان سحر می شود، این شب پریشان پریشان سحر می شود. روز نو گلفشان گلفشان به ما می رسد، روز
سوزنه و گلفش آن گلفشان به ما میرسد 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 ای دختر خاله گل ناز من چهارده نیم ساله گل ناز من ای دختر خاله گل ناز من چهارده نیم ساله گل ناز من قربونت شم دوباره قربونت شم دختر خاله گل ناز من چهارده نیم ساله گل ناز من نگاه کردن چشمونه تو شم دختر خاله گل نازه چهارده نیم ساله گل نازه من اون لب خندون به کجا مینگری قربون نگاه کردن چشمونه تو شم دختر خاله گل نازه من چهارده نیم ساله گل نازه من دختر خاله گل نازه من چهارده نیم ساله گل نازم ای دختر خاله گل نازم چهارده نیم ساله گل نازم خب ما از مجموعه پذیرایی لوس لاکچری در شب یلدا و مهمون خونه هاتون هستیم. الان صحبت بود آرمان جان میگن که من صحبت نمی کنم. میگن بیشتر ساز میزنم ولی من دلم میخواد صحبت بکنن. آرمان جان چه خبر؟ روز احوال خوبه؟ اول میخوام که بگم شب یلدا از همه اونایی که شب یلدا رو جشن میگیرن این شب هر جای دنیا هستن مبارک. مرسی. و سوال چی بود؟ پرسیدم چه خبر؟ می‌خواستم صحبت بکنی کلا. یکم صحبت کنید بعد باید حتما برای ما یه خاطره تعریف کنید. خب شب یلدا همه شب یلدایی که توش بودیم همش خاطره است راستی. دیگه همیشه با هم دیگه جمع شدیم و اتفاقا من چون که ساز زدم از بچگیم همیشه منو دعوت کردن دیگه این خاطر خودم بوده یا به خاطر ساز. منو دعوت شبای یلدا دعوت شدید مخصوص. اتفاقا من بچه یه شهر سلیمانی کردستان عراقم، من ایرانی نیستم. خیلی هم عالی. اونجا هم شب یلدا یه شبی هست که همیشه ما جشن گرفتیم و چه با دوستا چه با خانواده تونستیم اون شب مثلا غذای خاصی میوه و دیگه دوستان عزیز همیشه جمع شدن
پیش ما هم البته شعرهای خیلی بزرگ از شب یلدا خوندن، اشعار کردی، ولی متاسفانه که من مثل استاد مجید وارد نیستم که بتونم اون شعرها رو تو ذهنم نیز الان براتون بخونم، ولی همیشه برنامه خیلی خوب اجرا کردیم شب یلدا. بسیار خیلی هم عالی، خیلی هم خوشحالیم که سنت شب یلدا ما جهانی هم هست. حالا چقدر هم قشنگ و مسلط به فارسی صحبت کردن هست. آره راستی چجوریه که اینقدر واقعا مسلط؟ آخه اونجوری که گفت من صحبت نمی کنم، من فهم کردم الان باید مثلا من همیشه احساس می کنم که خیلی خوب فارسی بلدم، ولی که با استاد مجید میشینم راستی دیگه پشیمون میشه. ما هممون همین احساسو پیدا می کنیم. وای به حال شما که من ممنون میشم شما دوباره ما رو مهمون بکنید یه شعرخوانی خودتون. شعر تصنیف برای ما بخونید. خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که شب یلدا به گونه شب عاشقانم هست. شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. من میخوام مدد بگیرم از جناب استاد فریدون مشیری با شعر بسیار زیبایی که دارند به نام زهر شیرین. بنا به تعبیر این بزرگوار، عشق یک زهر تلخ و در عین حال بسیار شیرینه. یادی کرده از عشق و من میخوام این شعر رو اگر اجازه بدید براتون حتما بخونم. امیدوارم که شما هم مثل من دوست داشته باشید. فرمود که تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق، که نامی خوشتر از اینت ندانم، وگر هر لحظه رنگ تازه گیری به غیر از زهر شیرینت نخوانم. تو زهری، زهر گرم و سینه سوزی، تو شیرینی که شور هستی از توست، شراب جام خورشیدی که جان را نشاط از تو، غم از تو، مستی از توست. آقای عاشقار دیدی که خیلی احوالشون مشخص نیست، هم غم داره هم خوشحاله هم پریشونه هم مسته. به آسانی مرا از من ربودی، درون کوره غم آزمودی، دلت آخر به سرگردانیم سوخت، نگاهم را به زیبایی گشودی. بسی گفتن دل از عشق برگی، که نیرنگ است و افسون است و جادوست، ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که او زهر است اما نوش داروست. چه غم دارم که این زهر تبالود تنم را در جدایی می گدازد. عاشق بیچاره همیشه گرفتاره و تب داره و میسوزه. از آن شادم که در هنگامه درد غمی شیرین دلم را می نوازد. اگر مرگم به نامردی نگیرد، مرا مهر تو در دل جاودانست. اگر عمرم به ناکامی سرایت، تو را دارم که عمرم زندگانیست. بسیار عالی، بسیار عالی، ممنون. مرسی از شما، مرسی، مرسی از شما. حالا توی این زمینه ازتون سوال کنم، آیا شما عاشق بودید؟ عرض به خدمتون که به گمان خودم من خلاصه و چکیده و اساره عشق و عاشقی و این احوالاتم و نمیدونم چرا، ولی قبلا هم خدمتون گفتم که میگه در اندرون من خسته دل ندانم چیز، که من خموشم و او در فغان و در قوغاس، یا همون بده خنجر که تا سینه کنم چاک، ببینم عشق با جونم چه کرده. این عشقی که مد نظر ما هست، اون خلوص و حقیقت عشقه. میگه عشق حقیقی است مجازی مگیرین، دم شیر است به بازی نگیر. یه موقعی هست ما علاقه من هستیم، فکر میکنیم که عاشقیم و هیچ عاشق سخن سخت یا تلخ به معشوق نگفت. من بارها عاشقای دیدم که همشون دم دادگاه ها دارن صفا میکنن و عرض به خدمتون با همون شور و حال عاشقانه ای که داشتن آخرش به صداهای عجب و غریب رسیدن رو پله های دادگاه بالا پایین، ولی
این نشان از این داره که اون عشقی که حالا ما البته که عشق نگهداری هم لازم داره، یعنی عشق همیشگی و ابدی نیست. من عاشق میشم اما این عشق رو باید بتونم در سینه نگه دارم و حفظ کنم، مثل درختی که شما میکارید. ولی جواب سوال شما، بله، من همیشه عاشق بودم و تنها چیزی که در من هست عشق هست و امیدوارم که عاشقم بمونم. خب ما که واقعا سیر نمیشیم از هم صحبتی با شما. امشبم شب یلدا میگن یک دقیقه طولانی تر از شبهای دیگه است، ولی خب همین یک دقیقه باعث میشه که ما همیشه دور هم جمع بشیم و همیشه همونطوری که من چند بار گفتم به بزم و شادی این شب رو سپری بکنیم. قدرش رو میدونیم و مرسی که تشریف آوردید به برنامه ما. واقعا رنگ و بوی دیگه‌ای به برنامه ما دادید امشب با صدای زیباتون و سازهای دلنشینتون، همچنین با اشعار زیبایی که قرائت کردن. بله دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم، منم سپاسگزاری میکنم از محبت شما، از دعوتی که داشتین و امیدوارم که در راهی که هستین به بهترین نحو ممکن قدم بردارین و خبرهای خوب پشت سر هم براتون رقم بخوره و ایام به کام باشه و روزگار بر وفق مراد و این قصه تلخی که ما متاسفانه یک سال درگیرش هستیم این به زودی رخت بربنده از همه جای دنیا و خنده ها و خوشی ها رو ما دوباره شاهد باشیم، که حقیقتا من فکر میکنم هر انسانی که روی این کره خاکی پا گذاشته قطعا شایسته این حکایت هست. امیدوارم که مریض ها هم به زودی شفا بگیرن و هیچ غم و دردی در دوروبر هیچ کس با هیچ عزیزی نباشه. به بچه ها جالب بود واقعا. مرسی از دعای قشنگتون. مرسی از شما و ما واقعا سیر نمیشیم از بودن کنار شما و توی خونه های شما و من دوست دارم که از آیردیوس حامی همیشگی برنامه خودمون تشکر بکنم که شما اپ آیردیوس رو میتونید خیلی راحت برای گوشی اندروید یا اپل دانلود بکنید، از موزیکا لذت ببرید و موزیک ویدیوها رو ببینید و کیف بکنید. همچنین من از پی اچ دی فرنیچر تشکر میکنم بابت مبلای زیباشون که در طول برنامه ما رو حمایت کردن و اسپانسر برنامه هستن، و همچنین از مجموعه پذیرایی لوسو تشکر میکنم که امشب اینجا این برنامه زیبا برگزار شد و اینکه ما در خدمت شما عزیزان بودیم. خیلی خوشحال شدیم، خیلی لذت بردیم، به هر حال واقعا محفل ما رو گرم کردید. خیلی متشکریم ازتون، خیلی متشکریم از شما و شبتون بخیر. شبتون بخیر.